آیا شما هم در فضای مجازی با صفحاتی مواجه شده اید که در اونها والدین عکس و ویدیو کودکان خود رو به اشتراک میذارن؟ صفحاتی که عموماً پرطرفدار و پربازدید هستن و گفته میشه که هدف اصلیشون جذب فالوور و کسب و کار اینترنتیه. 12 ژوئن 22 خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکانه. امری که روزی مختص کارخانه ها و خیابان ها بود، امروز به اینترنت و شبکه های اجتماعی هم تسری یافته و شیوه های تازه از به کار گرفتن کودکان به وجود آمده. پدیده ای به نام کودک کار مدرن. تفاوت کودک کار کلاسیک با کودک کار مدرن در چیست؟ در کودکان کار کلاسیک، کودکان در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، معادن کار می‌کردند. ولی این کودکانی که کار مدرن دارن، کار اینترنتی دارن یا کودکان کار اینستاگرامی بیشتر باید بهشون بگیم، محل کارشون خونه‌شون هستش که عمدتاً مدرن، شیک، تمیز و حتی مرفه هم هستش. این قبیل فعالیت‌ها حتی اگر به ظاهر با رضایت کودک انجام بشه، از نگاه کارشناسان نقض حقوق اون محسوب میشه، چون کودک به بلوغ فکری نرسیده و قادر به تصمیم گیری درست نیست و در نهایت نقشی رو بازی میکنه که والدین از اون میخوان. کودک وقتی که یک 24 ساعته دوربینی مقابلش هست که به دست پدر مادر، والدین یا بزرگسالانش هستش و از کوچکترین چیزها فیلم برداری میکنه، اینها به کودک آسیب میرسونه و اون دنیای کودکانه که کودک در فضای خودش هستش، در به قول عامیانه میگن در عالم خودش هستش، در عالم کودکانه، از اون فضا دور میمونه. در کشورهای توسعه یافته کودکان خط قرمز هستن. در این کشورها والدین به هیچ وجه اجازه ندارن برای مقاصد خود فرزندانشون رو وادار به کارهایی بکنن که خلاف میل کودکه. با کار کودکان به معنای آنچه گفته شد هم با وسواس خاصی مقابله میشه. البته در ایران هم بعد از 10 سال تلاش، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان قانون مصوب شد. خیلی از والدین به این حقوق ها آگاه نیستن، فکر میکنن صرفا اگر محیط آروم و رفاهی در اختیار کودک باشه همه چیز تمومه و دیگه نیازی به یادگیری حقوق دیگر کودک از جمله حریم شخصی نیست. حتی خیلی از والدین برای کودکانی که هنوز به دنیا نیومدن صفحات متعددی میسازن، اولین عکس سونوگرافی، اولین لباس های سیسمونی، اولین ها رو به کار میبرن و هنوز دارن منتشر میکنن. این نقض حریم شخصی کودک. نکته مهم دیگر این که کودک کار مدرن هم مثل کودک کار کلاسیک میتونه هدف آزار جنسی قرار بگیره. انتشار تصاویر برهنه یا نیمه برهنه کودکان هنگام حمام کردن، رقصیدن و یا در خواب راه رو برای سوء استفاده پدوفیل ها و وبسایت هایی که تصاویر کودکان رو با هدف پدوفیلی جمع آوری میکنن هموار میکنه. کار کودک چه به صورت کلاسیک و چه در شکل مدرن یکی از ناهنجاری های اجتماعی جدیه. سلامت جامعه‌ای که بار اصلی اون روزی بر دوش همین کودکان قرار خواهد گرفت، ارتباط مستقیم با نحوه برخورد با این پدیده داره.